آموزش لس. در این بخش آموزشی میخواهیم که سری به وبسایت اصلی لس بزنیم و در واقع ابزارهای مورد نیاز خودمون رو دانلود و نصب کنیم تا شما بدونید که برای شروع به چه ابزارهایی نیاز دارید. برای شروع به موتور جستجوی گوگل وارد میشیم و عبارت لس رو در اینجا تایپ میکنیم به این صورت تا وبسایت اصلی لس برای ما باز بشه. اولین لینکی که شما در اینجا مشاهده میکنید یعنی Getting Start وبسایت اصلی لس هستش که ما ابزارهای مورد نیاز رو میخواییم از اونجا دانلود کنیم. بعد از وارد شدن به صفحه لس میتونیم از بخش دانلود ها ابزار مورد نیاز خودمون رو دانلود کنیم. خب در ابتدا یک معرفی کوتاه میخوام از وبسایت لس داشته باشم تا شما با این ابزار در اینجا آشنا بشین. همونطور که ما مشاهده میکنین وبسایت لس دارای چندین سربرگ هستش که ما میتونیم با استفاده از این سربرگ ها به ابزارهای مورد نیاز خودمون دسترسی داشته باشیم. همچنین تعدادی از منوها در اینجا قرار گرفته که رفته رفته و قدم به قدم با هر کدوم از این منوها در طول کار آشنا خواهیم شد. خب در ابتدا به صفحه اصلی لس وارد میشیم که lesscss.org هستش. کمی که اسکرول کنیم به سمت پایین همونطور که در اینجا مشاهده میکنیم وریبل ها و در واقع نوع زبان یا همون سینتکس زبان لس رو در اینجا به شما به عنوان نمونه نشون داده. به عنوان مثال در اینجا یک متغیر تعریف شده و رنگ اون رو به این صورت به صورت هگزادسیمال در اینجا قرار داده و خروجی این کد که در اینجا مشاهده میکنید به این شکل خواهد بود. در واقع کدی که در اینجا شما مشاهده میکنید کدیه که به زبان لس نوشته شده. البته این که میگم زبان لس در واقع همون زبان برنامه نویسی هستش که در اینجا شما مشاهده میکنید که در واقع نوع زبان استایل نویسیه. شما در اینجا کد رو مشاهده میکنید و این کد به زبان لس هستش و خروجی این کد که همون کد کامپایل شده شه در اینجا قابل مشاهده است که در واقع به CSS کامپایل یا همون ترجمه شده. کمی پایین تر بخش میکس اینها رو میبینید که در اینجا قرار هستش که رفته رفته با اینها آشنا بشید و در واقع تمامی ابزارهای مربوط به لس در اینجا به این صورتی که میبینید قرار گرفته. خب برای دانلود و در واقع دسترسی به لس در سربرگ Using Less.js کلیک میکنیم به این صورت و در این منو روی Browser Usage کلیک میکنیم و بعد از اینکه روی Browser Usage کلیک کردید در اینجا با استفاده از حالت CDN که در ادامه آموزش با مبحث CDN هم آشنا میشین میتونین Less رو به صفحه وبسایت خودتون یا صفحه HTML وبسایت خودتون فراخونی کنید که باید این لینک ها رو کپی کنیم و در هدر صفحه index.html وبسایت خودتون قرار بدید که به صورت کامل این مطالب رو یاد خواهید گرفت و چرا که ما می‌خوایم همین کارها رو به صورت کامل پیاده کنیم و لس رو به صفحه وبسایت خودمون متصل کنیم. این حالت در واقع روش استفاده از CDN هستش که از CDN خود لس میتونید استفاده کنید یا در صورتی که لازم باشه و شما بخواید که فایل جاوا اسکریپت خود لس رو دانلود کنیم و در روت وبسایت خودتون قرار بدیم و CDN لس استفاده نکنیم میتونین روی این بخش یعنی دانلود لس جی اس کلیک کنین تا فایل دانلودی لس در اختیار شما قرار بگیره. وقتی که روی این لینک کلیک کنین به همین شکلی که مشاهده میکنین فایل مربوط به جاوا اسکریپت در اینجا برای شما دیده میشه. میتونین با کلیک کردن روی اوکی فایل رو سیو کنین. بعد از اینکه فایل دانلود شد به محل دانلود فایل میرین تا فایل رو در محل مورد نظر خودمون قرار بدیم. خب فایلی که مشاهده میکنیم به صورت فشرده هستش که ما این فایل رو از اینجا کات میکنیم و به درایو لوکال سرور برمیگردیم به این صورت. لوکال سرور رو که قبلا باهاش آشنا شدیم و در پوشه لس و در فولدر جاوا اسکریپت در اینجا پیست میکنیم و بعد از پیست کردن این فایل رو از حالت فشرده خارج می‌کنیم به این صورتی که در اینجا مشاهده می‌کنید. منتظر میشیم تا از حالت فشرده خارج بشه. توجه کنید این روشی هستش که شما بخواید از CDN لس استفاده نکنید. در صورتی که شما هدفتون استفاده از CDN خود لس باشه کافیه که از این کد هایی که در اینجا قرار گرفته استفاده کنید و همونطور که گفته شد کد ها رو کپی کنید و در هدر وبسایت خودتون قرار بدید. ولی ما فعلا با حالت استفاده از روت وبسایت خودمون داریم کار رو پیش میبریم و CDN رو در ادامه و در آموزش‌های بعدی به شما توضیح خواهم داد. خب بعد از اینکه فایل از حالت فشرده خارج شد این فایل فشرده رو پاک میکنیم و فقط فایلی که به صورت اکسترکت شده هست رو در اینجا نگه میداریم به این صورتی که مشاهده میکنید.
و یا میتونید از فایل در واقع کتابخونه خود لسک که در داخل پوشه مذکور موجود هست استفاده کنید. تفاوتی در این باره وجود نداره. خب وقتی که لسک رو بعد از دانلود به این شکل در اینجا ببینید که من با استفاده از ویژوال استودیو کد باز میکنم، کدهای لسک جاوا اسکریپت رو میتونید در اینجا مشاهده کنید که به چه شکلی هستش. منتظر میشیم باز بشه. خب کدهایی که در اینجا شما مشاهده میکنید کدهای فشرده شده لسک هست و ما فعلا تا زمانی که مبحث ما دیولوپر و یا توسعه دهندگی نبوده باشه کاری به محتویات این کدها نداریم و به هیچ عنوان کدها رو دستکاری نخواهیم کرد. همونطور که می‌بینید کدها به صورت فشرده شده هستش و پشت سر هم نوشته شده. ما کاری به محتویات این کدها نداریم و فقط و فقط می‌خوایم که از این کدها استفاده کنیم. کدی که در اینجا مشاهده می‌کنید یک کد جاوا اسکریپت هستش که ما قرار هست اون رو به کار بگیریم. خب شما بعد از اینکه لس رو یا فایل اصلی لس رو دانلود کردید و با همچین فایل های مواجه شدید میتونید به راحتی از این فایل ها استفاده کنید که در بخش لایبرری در اینجا سورس کد ها و در واقع حالت های مختلف لس قرار گرفته که اولین فولدر که در اینجا لس هستش شامل فایل های اصلی لس هست و شما میتونید از اونها به روشی که قرار هست یاد بگیرین استفاده کنید. که اگر پوشه های مختلف رو ببینید دارای کتابخونه و حالت های مختلفی هستش که قرار هست در طراحی وبسایت خودمون و استایل نویسی از این کتابخونه استفاده کنیم. همونطور که گفته شد به محتویات کتابخونه کاری نداریم، ما فقط می‌خوایم که از این کتابخونه هایی که در اینجا مشاهده می‌کنید استفاده کنیم. ما روش استفاده به چه شکل هستش که در ادامه این روش رو یاد می‌گیریم. در ابتدا موضوعی که باید بدونید این هستش که ما فولدرهایی که نیاز داریم رو در اینجا ایجاد کردیم، یعنی به یک فولدر CSS نیاز داریم، فولدری برای تصاویر رو لازم داریم، فولدری به نام جاوا اسکریپت نیاز داریم که شما حتی میتونید JS که مخفف جاوا اسکریپت هست رو بنویسید و همچنین فولدر لس که در اینجا قرار گرفته و شما میتونید از اون استفاده کنید. فایل لس رو در اینجا ایجاد کردیم به این شکل که مشاهده میکنید و تمام برنامه‌نویسی و در واقع کدنویسی ما داخل این فایل خواهد بود که در اینجا به نام استایل لس نوشته شده و پوشه‌ای رو که نیاز داریم رو به این شکل در اختیار داریم. ما در اینجا یک صفحه index.html رو داریم که قرار هست فایل های لس رو به این بخش یعنی به index.html فراخوانی کنیم. خب این که به چه شکل این کار رو خواهیم کرد و در واقع به چه صورت می‌خوایم فایل های لس رو به صفحه index.html خودمون که همون صفحه اول وبسایتمون هست و در واقع صفحه کلی وبسایت متصل کنیم تا بتونیم از لس جهت کد نویسی و استایل نویسی استفاده کنیم رو شما در آموزش‌های بعدی یاد خواهید گرفت. در اینجا فقط هدف من این بود که شما وبسایت خود لس رو به خوبی بشناسید و بدونید که دارای چه ابزارهایی هستش که البته در ادامه هم می‌خوام توضیحات بیشتری در مورد این وبسایت بدم و اینکه چطور و از کجا فایل مورد نظر خودتون رو دانلود کنید و اون رو نصب کنید. وقتی که شما به صفحه اول وبسایت لس وارد میشید در اینجا در صفحه اول ابتدا توضیحاتی رو در مورد سینتکس و نحوه عملکرد لس داده که شما در اینجا میتونید به راحتی اون رو مشاهده کنید که در شروع این ویدیو آموزشی هم به اون اشاره شد، یعنی که کدهای لس به چه شکل خواهد بود و خروجی اون چی هستش. در قسمت variables انواع متغیرها رو میتونید مشاهده کنید. در بخش میکسین ها اطلاعاتی در رابطه با میکسین ها رو در اینجا میبینید که در آموزش های بعدی و ادامه آموزش با مبحث میکسین هم آشنا میشین. نستینگ رو در اینجا مشاهده میکنید که در واقع نست به معنی آشیانه هستش که کدهای عمل کرده و کتابخونه لس در اینجا قرار گرفته. منوی آپشنز دارای ابزارها و در واقع نوع سینتکس و نوشتارهای و کدهای آماده مختلفی هست. این که چطور از این کدها میخواییم استفاده کنیم رو در ادامه آموزش یاد خواهید گرفت. بخش فانکشن ها که توابع لس رو در اینجا نشون داده به ما، این که چطور از این توابع استفاده کنیم و چه کاربردی خواهد داشت رو کامل به اینها مسلط میشیم و مباحث دیگه. همونطور که مشاهده کردید در بخش using less شما میتونید less رو به طریق مختلف نصب کنید که در اینجا توضیح داده که به صورت npm بوده باشه و یا development که در واقع حالت توسعه دهنده هست، یعنی شما اگر یک توسعه دهنده جاوا اسکریپت یا less بوده باشید میتونید به این طریق less رو نصب و از اون استفاده کنید. نسخه بتای less رو در اینجا در اختیار داریم که میتونیم در صورت لزوم از اون استفاده کنیم و توضیحات اینچنینی. از بخش براوزر یوزج میتونید لس رو به صورت
در واقع یک فایل کتابخونه ای که ما این کار رو انجام دادیم دانلود کنیم و اون رو نصب کنیم، یا میتونید از CDN ها استفاده کنید که CDN ها رو به صورت مختصری در آینده و در ادامه آموزش به شما توضیح خواهیم داد. و در بخش بعدی همونطور که در اینجا مشاهده میکنید مجددا در رابطه با وریبل ها توضیحاتی رو داده که شما میتونید به راحتی از بخش این بخش استفاده کنید. مباحثی که در اینجا مطرح میشه فقط و صرفا جهت آشنایی شما با لس و وبسایت لس هستش که شما بتونین از ابزارهای مختلف اون استفاده کنید. به بخش تولز که بریم شما میتونین ابزارهای مختلفی رو در اختیار داشته باشین، مثل کامپایلر به عنوان مثال اینکه چطور بوت استرپ رو به کار بگیرین در کاری که با لس انجام میدین، چطور از کامپایلرهای اون استفاده کن و کامپایلرهای مورد نیازتون رو دانلود کنین و انواع اقسام پلاگین ها و در واقع لایبرری های مورد نیاز خودتون رو میتونید به این صورت تهیه کنید که در این بخش مشاهده میکنید. همچنین اگر در بخش یا همون صفحه اول وبسایت لس قرار گرفته باشین، همونطور که در اینجا مشاهده میکنید، ما وارد صفحه اول لس میشیم و به بخش usingless.js میریم. شما میتونید در اینجا و این بخش هم ابزارهای مورد نیاز خودتون رو به دست بیارید. به چه شکل؟ میتونید در این بخش پلاگین ها رو برای نرم افزارهای مختلف دانلود کنید که در اینجا در اختیار شما قرار داده و ابزارهایی از این قبیل، که پیشنهاد میکنم حتما به این وبسایت مراجعه کنید و این وبسایت رو به صورت کامل مطالعه کنید تا به امکاناتی که لس در اختیار شما قرار داده بیشتر پی ببرید و بتونید از اونها استفاده کنید. حتما و حتما در وبسایت لس سعی کنید که در واقع وارد بشین و از ابزارهای اون استفاده کنید. من به صورت ساده و بسیار مختصر در مورد وبسایت لس توضیحاتی دادم تا شما بدونید که چطور ابزار مورد نیازتون رو دانلود کنید و در واقع از این وبسایت استفاده کنید. خب پس ما کاری که در اینجا انجام دادیم به این شکل بود که فایل های لس رو دانلود کردیم و در پوشه‌ای به نام جاوا اسکریپت ذخیره کردیم که حاوی کتابخونه های لس و فایل مورد نیاز ما هستش. همچنین فولدری ایجاد کردیم که فایلی به نام style.ls درون اون قرار گرفته که قرار هست ما کد نویسی خودمون رو داخل این فایل انجام بدیم. پوشه‌ای به نام ایمیج رو داریم که در آینده تصاویرمون قرار هست درون اون قرار بگیره و فایل های css خودمون که درون این پوشه هم فایلی به نام style.css قرار گرفته. همچنین index.html که قرار هست به عنوان وبسایت یا صفحه اصلی وبسایت ما در اینجا کار کنه که ما می‌خوایم تمام فایل های لس رو در واقع استایل رو که قرار هست برای این صفحه HTML میخواییم بنویسیم رو با استفاده از لس پیاده سازی کنیم و سپس این کد ها رو به CSS کامپایل کنیم. پس شما هم برای آماده شدن جهت کد نویسی لس این تمرینات رو به خوبی انجام بدیم، فولدرهای مورد نظر رو ایجاد کنیم تا شروع کنیم به کد نویسی لس و در واقع اولین کاری که میخواییم بکنیم فراخونی لس به صفحه وبسایتمون هستش.